رفقا همچنان در قلب چین هستیم و دوباره ترامپ خورده به سلبی. من احساس میکنم بازیشون رفت و برگشتیه، یه همچین حسی دارم، اما بعضی از بازی ها رو دوباره انجام دارم. نمیدونم قصه از چه قراره. بازی قبلشون که پدیده بود، اگر بازی رو ندیدی بدون نصف عمرت برفناست. این یک. دو، دوباره بریم بازی جا ترامپ و سلبی رو دوباره در چین نگاه بکنیم. تکراری نیست، دوباره میخوایم با هم دیگه نگاه بکنیم. با من همراه باشید. خب بریم به سراغ بازی ترامپ و مارک سلبی. رفقا لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. و توپ افتاده دست ترامپ. چه بازی بود بازی قبلی، شاهکار، پدیده پشمریزون. واقعا ندیدی برو ببین چه اتفاقی میفته، ترامپ وسطش چه کفتری در میاره، نگم براتون دیگه. و همچنان در پی کفتر در آوردن ترامپ هستیم. برای کسایی که نمیدونن، ما قرار شد یه شب ویدیو شورت رو توی اسنوکر شو بذاریم، یه شب ویدیو شورت بیلیارد شو رو توی بیلیارد شو، یعنی یه شب تو اون پیج ویدیو شورت داریم، یه شب تو اون پیج، که تمرکزمون هر شب روی یه پیج باشه. این از این 25 تا میزنه و میس میکنه ترامپ و توپ میفته دست این بازیکن زحاک اسنوکر. واقعا قشنگ اسم گذاری که برای سلبی کردم، انصافا خیلی به اندازه، خیلی درست و عالی بوده. اینجا ترامپ یه ضربه سوپر بد میزنه. چرا بد؟ با اون پاور که اون میز قبول نمیکنه. که دیشب هم اسم این پارچه رو یادم رفت، یه پارچه جدید توی چین معرفی کردن. حالا ما که به قول معروفش دسترسی نداریم، ببینیم ماهوتش چه شکلیه، چطوریه. نامبر 10 که خفن در این پارچه است، من روش بازی کردم که مسابقات جهانی روش برگزار میشه. خیلی ببین از اینطوری بگم، خیلی استاندارد راه میره نامبر 10. خیلی هم گرونه. نمیدونم چند شده الان، شدت پارچه خوبه ولی به درد باشگاه نمیخوره نامبر 10. بچه ها میزنن نابود میکنن. توی باشگاه معمولا کیفیت پایین تری میندازن که عمر بیشتری بکنه، ولی باشگاه باید هر 6 ماه یه بار عوض کنه ماهوتا دیگه. یادم دوران ما بیلیارد بازی میکردیم، 6 ماه ماهوت اینوری بود. چه لانگ پات خوبی. 6 ماه اینوری بود، بعد صاحب باشگاه میرفت عوض میکرد، 6 ماه اونوریش میکرد. آقا مگه لباس دروه اونوریش میکنیم؟ چی بگم، دوران سمی رو گذراندیم توی بیلیارد و اسنوکر. اسکور چیه؟ اسکور با هم میگه 51-33 بعد از اینم سریع بریم سراغ مسابقات یوکی تا مسابقات عربستان شروع نشده. اون مسابقه رو هم با هم ببینیم. تعریفش خیلی شنیدم. چی میزنه؟ کنترل کیوبالو ببین، کنترل کیوبالو ببین. خیلی طرفدارای چیزی داره سلبی، چیش میگن، تعصبی داره. سلبی چه قلنجی داره از میز میشونه. جانم اسکور نیفتاد. این میافتاد دیگه، کفتر رو کامل در آورده بود براش. 59 پنجز خودش پشماش ریخته. بچه یه لحظه صبر کنید من جواب تلفن بدم. استاپ. بله سلام. بله اومدم، خداحافظ. اینجا رو عذرخواهی میکنم بچه، من منتظر یه چیزی بودم که برام بیاره، باید جواب تلفن میدادم. و اما بریم به سراغ فریم دوم بازی. نشد 1-0 به نفع سلبی. یه کفتر عجیبی رفت در بیاره سلبی ها، نگم براتون. ما بریم عقباب بخوریم. چیکار داره میکنه ترامپ؟ چیکار داره میکنه ترامپ؟ یه کوچولو بازیشون نمیدونم چطور بگم کلکلی شد. سر بازی قبلی هم میگیری چی بهت میگم، گوشه ذهنت باشه اون بازی یکم کلکلی شد بازی. نمیدونم مسابقات چطوری بود داستانش، اینا رفت و برگشتی بازی میکردن. فکر کنم یکی دو تا دونه دیگه هم از این بازی ها داریم که براتون بذارم. آها یه دونشون چیزه، به به، انشالله فردا شب براتون بازی لوکا برسل و سی رو براتون میذارم. سی هم از طرف چین تو این مسابقات هستش، حتما بازی خوشگلی در انتظارمونه. افتاده دست سلوی که اسکورشون زیاد نیست با هم دیگه. میز خوبیه، 41 به 42 به 29. اسکور چی میشه؟ 30 تا باشه 19 تا 20 تا تقریبا. خب اوکی، هنوز فریم نیست، بعد قرمز رو بزنه تا فریم بشه. به هر قیمتی شده فریم بالش توپ قرمز بود، میزنه و میره سراغ سلوی. بد سم میشده ها، گوشه ذهنم هستا. اوه کلاس ضربه رو ببین. ببین اون سلبی شده که سلبی پسند شده، اینطوری برات بازش بکنم. از اون سلبی ها شده که دیوونه میکنه آدمو. اینجا رو ببینید چه اف بازی داره میکنه واسه ترامپ. فریم قبل هم به نظر من واسه خمم نشد سر. به نظر من بعد جوری اومده جبران بکنه دفعه قبلو و میبینید که یهو بازیکن یهو چی میشه، یهو سم بشه، چی میشه؟ یه لانگ پات دوست داشتنی از ترامپ میره تو دل پک، چه توپی میگیره اون وسط. جیگر منم حال اومد این وسط. بازی اینطوری باشه آدم زنده میشه. بازی همچنان همون 5 از 9 رو بازی میکنن. پنجاه و یک پنجاه و دو. فکر نمیکنم چیزی حتی. دنبال چه پلنتی بود، پلنت سختی به نظر من نبود. چرا نزد؟ پلنت خیلی عجیب غریبی نبود. اما 59 امتیاز ترامپ کسب میکنه و سلوی یه دونه قرمز و مشکی میزنه و مجبور میشه سیف کنه. توپی نبود که بتونه باهاش موقعیت خوبی بگیره. چی شد؟ این دیگه چه سمی بود، این دیگه چه سبک سیفی بود. دیدین؟ برگام خیلی وقت بود، خیلی سال بود اینطوری بهت بگم همچین سیفی من ندیده بودم که با باند اینطوری بشه سیف کرد. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. وا مشکیو نمیزنه اینجا با دست مخالف، ترامپ میزنه. جفتشون دارن کفتر در میارن، جفتشون کفتر بازن، میدونن دارن چی کار میکنن. بعید میدونم، بعید. اوه چه ضربه ای! جیگرم حال اومد. چه بازی شده، چه بازی شد. تمام. 3-0 تا اینجا آره دیگه 3-0 تا اینجای قصه. چرا؟ وایسا ببینم. ذهن من آنچنان داغونم. 2-1. چرا یه دست از ذهنم میرسه فکر کنم بازی ترامپ برده. خب اینجا رو ببین، ببین 3 رو براشون طوری زد، 3 رو براش این شکلی زد. همین رو میگم بازی کلکلی شده. سر اینه ببینیم چیکار میکنه. نه بریم به سراغ فریم 4 بازی. 2-1. چه بازی خوشگلی شده، چه بازی خوشگلی شده و بریم ببینیم که ادامه چه اتفاقی رقم میخوره. بچه من حتی تایم پادکست ریست شو رو هم عوض کردم که تداخل با بیلیارد شو سنوکر شو نداشته باشه که بتونید راحت ببینید سر فرصت. اینجا میره تو دل پک، یعنی حواسم بهتون هست، حمایت بکنین، ما عشق بگیریم، انرژی بگیریم، بتونیم برنامه سازی بکنیم براتون، سرتون رو گرم کنیم. و توپ افتاده دست سلبی. بچه لینک های کانالمون هم درست کردیم، حتما بهشون سر بزنید. یه کانال هم داریم به نام هایلایت اسنوکر، لینکش توی دیسکریپشن هست. اونجا تمام مسابقات جهانی رو به صورت هایلایت میذاریم. به تصویر من فقط توجه نکنید چون تصویر با برای اون مسابقه نیستش. اوکی، صرفا برای اینکه مسابقات رو بتونید یه جا ببینید. درست درمون دیگه، چی بگم. توپ افتاده تو فریم 4 دست سلبی، خیلی مرتب منظم، مشخصه که کنترل کیوبال خوبی الان داره. این هم فقط به خاطر ذهن آروم میتونه باشه. آیا یه برک سنچری میبینیم؟ کنم ببینیم. اگر که اسکور درست باشه اینجا یه بریک سنچری رو دیدیم و تو فریم 4 ترامپ رو وان ویزیت میکنه. چجوری داره اف بازی میکنه با ترامپ، کجا وای میسته. نه نتونه توپ آبی رو بزنه. با 109 تا کارو تموم میکنه و بریم به سراغ فریم بعد. یعنی در واقع اینطوری باید بگم، درست میگم چیزی که ما متوجه شدیم، بازیکن‌های جهانی رو دعوت کردن که این میزه رو رونمایی بکنن با اون ماهوته که احتمال خیلی زیاد اسپانسر مسابقات جهانی قرار بشه. میگم احتمال 99% همینی که من بهت میگم. اینا 1000 تومانی 1 یوان اضافه خرج نمیکنن جایی. بلدن دارن چی کار میکنن، با چی میتونستن اینقدر جلب توجه بکنن. دیدیم مثلا الان خود من این سر دنیا میزه یهو جلب توجه کرد. این میزا معمولا بیاد توی ایران به غیر از این داستان گمرک و این داستاناش، میزا اولوش 800 تومن 700 تومن هستش حداقل، تو کمترین حالت ممکن. خب 47 تا میزنه وای میسه. اگر نمیخواید که بدونید که چی باعث میشه اینقدر گرون بشه، سنگه. کل میز سنوکر سنگشه. چند شد؟ 47-28. از بچه ادیتورمونم تشکر میکنم که خیلی زود ویدیوهای به روز رو برامون ادیت میکنن و میفرستن. و خودتونید دیگه، بچه ادیتورم از دل خود شما اومدن دارن با من همکاری میکنن. همشون سنوکر باز و بیلیارد بازن. و هر رو علاقه هم این کار انجام میدم. 31:47 ببینیم فریمو از سلبی میگیره یا نه. میز کلاسیکیه، میز اذیت بکنی نیست. بام. بله 3-2. بریم به سراغ فریم 6 بازی. ترامپ هم وزه است، ترامپ هم ولکن ماجرا نیست. البته چیزی بگم، و تمام اون گله گله لوگوهایی که اونجا داریم میبینیم اسپانسر این مسابقه نا. چند تا؟ 2، 4، 6، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 تا اسپانسر اومدن که این اتفاق رقم بخوره. 16 تا. من دیگه حرفی ندارم. بیست و چهار تا ترامپ تو این فریم میزنه و توپو میسپاره دست سلبی. بچه روسی احتمالا یه دونه ویدیو هم از من در میاد، یه پادکسته در رابطه با تولید محتوا در یوتیوبه که دعوت شده بودم به یه پادکست. حتما براتون میذارمش تو اینستاگرام و یوتیوب. اونایی که علاقه‌مندن که از یوتیوب کسب درآمد بکنن یا یوتیوبر بشن، حتما برید این ویدیو رو ببینید. فکر کنم به درتون بخوره. از تجربیاتم گفتم تو تولید محتوا و همین. امیدوارم انگیزه‌ای بشه که شما هم شروع بکنید به تولید محتوا در یوتیوب. اوکی، 65، 64، 40 تا، یه دونه زیاد، 41 و تمام. فریم 4 رو هم سلبی ازش میگیره از ترامپ. 81، 90، 97. باه نشد. بریم به سراغ فریم چند؟ فریم 7 بازی. 4-2 به نفع سلبی. سلبی قشنگ مشخصی که اومده انتقام بازی قبل رو از ترامپ بگیره با یه بازی خیلی قوی، خیلی با چپ پر اومده تو این مسابقه و دو سه تا صحنه عجیب غریب ازش دیدیم. اینجا حمله میکنه و میس میده، نمیتونه بزنه. ترامپ یه ضربه میزنه، بعد چرا اونو با اف زیر زد؟ چون پاتش قویه، از اونجا مشکی رو هم میزنه. لعنت اون چیه تو میزنی؟ یه میز خیلی خوب افتاده دست ترامپ، میزنه و با زیر نه، اگه ببرم به دیسایدر کشیده نمیشه. 4-2 هم میشن 4-3. چه میسی، چه میس عجیبی از ترامپ. نمیدونم اینجا دیگه نمیتونیم بگیم فشار بازیه، بازی حساس نیست، ولی این میس هم از ترامپ عجیب بود. مسابقات CBSA رو با هم دیگه نگاه میکنیم سال 2024 و بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. گفتم این مسابقات رنکینگ نیستش، ولی خب چون مسابقات بروزی هستش و کل دنیا اسنوکر بازها نگاه میکنن، گفتم شما عقب نمونید از این مسابقات و شما هم تماشا بکنید و پیگیری بکنید ورزشی که علاقه دارید. 42 48 56 52 اینجا 54. حالا یه امتیازم سلبی قهوه‌ای 5 تا 10 تا صورتی ختم جلسه. تمام تمام تمام. اینم از توپ اشکی سلبی بود. کنم اونایی که طرفدار دو آتیش سلبی هستن جیگرشون حال اومد. این یک. اونایی که فکر میکردن سلبی خیلی 0 و 1 و خیلی سیف و بسته بازی میکنه، فکر میکنم با دیدن این بازی نظرتون عوض شد که یه بازیکن یهو از ماتریکسش خارج بشه چه اتفاقاتی رو میتونه روی میز رقم بزنه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. باز هم از این مسابقات براتون ویدیو میذارم با لایک، کامنت، سابسکرایب، شیر کردن ویدیو. از برنامه خودتون اسنوکر شو، بیلیارد شو حمایت بکنین. دوستتون دارم. شب و روزتون بخیر. خیلی چاکرین. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسنوکر، شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسنوکر. لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.